بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون به خیر و خوشی باشه. هر کجای این کره خاکی که هستید امیدوارم در صحت و سلامت به سر ببرید و در پناه الطاف باری تعالی و عنایت خاص آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ثانیه به ثانیه از زندگیتون پربار و گوهربار باشه انشاءالله. بار دیگه از کربلای معلا از بهشت روی زمین مهمون خونه های شما هستیم تا از این مکان مقدس پیام دوستی، پیام سلامتی و پیام عشق و زیبایی رو به تمام جهان مخابره بکنیم. پیامی که سرمنشه اون اهل بیت عصمت و طهارت هستن و طمأنینه و آرامشی که کلام اهل بیت عصمت و طهارت میتونه به دلها منتقل بکنه مطمئنن فوق تمامی سخنها و صحبتها و حرف و حدیثها است که شاید بشر عادی و معمولی بخواد اون رو به دیگران منتقل بکنه. اجازه بفرمایید سریع بریم سراغ برنامه با معرفی کارشناس عزیز و ارجمند برنامه که امشب در استدیو حضور دارن، جناب آقای دکتر محمود زنگله، متخصص طب چینی و طب اسلامی که در استدیو هستن و قرار امشب و در حقیقت امشب و فردا شب رو انشاءالله در برنامه سرزمین عشق با حضور ایشون اختصاص بدیم به موضوع داغ این روزها، بیماری کرونا یا ویروس کرونا، و ببینیم بالاخره حرف حساب این بیماری ناشناخته که در جهان منتشر شده چی هستش و انشالله بتونیم دید بهتر و صحیح‌تری نسبت به این بیماری داشته باشیم. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز و محترم، من در خدمت هستم. زنده باشه، خدا حفظتون ان شاء الله. ما طبق روال برنامه سرزمین عشق به احترام موقع امام حسین علیه السلام و همجواری با ایشون ابتدای برنامه رو شروع می‌کنیم با عرض ادب خدمت آقای امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. اجازه بفرمایید به همراه شما به پا بایستیم، عرض سلام بدیم خدمت آقای امام حسین آقا ابوالفضل عباس هستیم و بعد شما وارد بحث بشیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض ادب عم بکنیم خدمت آقا قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام عليك يا ساقي العطاشة، السلام عليك يا قمر بني هاشم، يا قطيع الكفين، يا حامل لواء الحسين، السلام عليك يا كفيل زينب، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. و اما بحث، حالا اینطوری بگیم چون بالاخره همینطوری شده دیگه، ولی در حین برنامه میریم سراغش تا ببینیم آیا این صحبتی که ابتدای برنامه میکنیم اصلا جا داره واقعا اینطوری بیان بشه یا نه. فعلا که بحث داغ هر محفلی و هر مجموعه موضوع بیماری کرونا و این ویروس ناشناخته و انتقال اون و اتفاقاتی که ممکنه برای افرادی که مبتلا میشن به این ویروس وجود داشته باشه و در حقیقت راجع به اون صحبت میشه، تا جایی که کشورهای بزرگی همچون چین و سایر کشورها حتی از لحاظ اقتصادی شرایط تولید خودشون رو به حداقل رسوندن، شهرها رو قرنطینه کردن تا مانع از انتقال این ویروس بشن. ولی بیایم ببینیم یک در حقیقت تحقیق خیلی سرانگشتی داشته باشیم از آنچه که واقعا داره اتفاق میفته و آنچه که باید ما ازش حراس داشته باشیم یا باید نحوه برخورد ما با این مسئله رو بیایم یک
حسابی بکنیم، یک صحبت مختصری بکنیم با کارشناسی که در این زمینه مطمئناً بیشتر از افراد عادی اطلاعات داره و ببینیم که نظر کارشناسانه راجع به این ویروس، راجع به این بیماری، راجع به این اپیدمی که داره در حقیقت حالا به اسم اپیدمی و به صورت اپیدمی داره اتفاق میفته چی هستش و ما به عنوان انسان، به عنوان کسانی که میتونه در حقیقت روبرو بشه با این بیماری چه وظایفی بر عهده خواهیم داشت. دکتر اول یک مقدار میخوام راجع به خودتون صحبت بفرمایید، خودتون رو معرفی بفرمایید خدمت بینندگان عزیز که بدونن الان صحبتایی که ان شاءالله قرار در طول برنامه از شما بشنون چه پس زمینه و چه پشتوانه علمی پشتش داره و بعد ان شاءالله وارد سوالا بشم من در خدمتتون باشم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك ولعن عدوهم. من محمود زنگنه هستم، متخصص طب چینی، دکترای طب چینی و طب اسلامی. درسم شروع شد و درسم خوندم و تموم کردم در سوئد، منتقل شدم از سوئد به عراق بعد از 2008 تقریبا. بله اومدم خدمت میکنم اینجا، خدمت شیعیان امیرالمؤمنین، خدمت خود شهرمون، خود زایران ابا عبدالله حسین. و الحمدلله شکر خیلی موفقم تو کارم. الحمدلله شکر بیماران که میان مراجعت میکنن دفتر ما، نمیخوام تعریف کنن، انشاءالله یک روز شما وارد میشین که تقریبا 70 تا 80% خودشون از بیماریشون، بیماری های مزمن شفا پیدا میکنن و علاج قطعی پیدا میکنن از طریق طب چینی و طب اسلامی. و من سوء استفاده دارم میکنم، یعنی وارد کردم طب اسلامی به طب چینی که اینجوری موفق شدم. یک خورده از علوم طب چینی گرفتم و باکگراند که من دارم از طب اسلامی و بعدا ادامه کردم و خوندم که وارد کردم طب اسلامی در طب چینی. بسیاره. و خیلی موفقم الحمدلله. یعنی در حقیقت یک ممزوجی از بین طب چینی و در حقیقت اطلاعات طب چینی و طب اسلامی رو در حقیقت شما دارید استفاده میکنید. طب اسلامی که پشتوانش احادیث اهل بیت عصمت و طهارت هستش و طب چینی که تاریخ چند هزار ساله چین اون رو در حقیقت در طول تاریخ داشته و خب نتیجه خودش رو هم نشون داده. من قبل از اینکه وارد سوالای خود در برنامه بشم، چون بالاخره برنامه یک مسیر خاصی رو میکنه، میخوام نظر شما رو راجع به طب مدرن، پزشکی مدرن به عنوان کسی که حالا اختصاص دارید در زمینه طب اسلامی و طب چینی میخوام بپرسم، آیا طب اسلامی، طب چینی در تعارض هست با طب مدرن یا اینکه نه این دوتا در حقیقت به صورت موازی کنار هم میرن و با هم مشکلی ندارن؟ بله، اول که شروع کردم درس خوندم، درس خوندم طب کلاسیک هستم و دیدم که بی نتیجه. من رسیدم به این حد که طب کلاسیک یا طب مدرن این بی نتیجه، به خاطر علایم بیماری درمان میکنه نه اساس بیماری. طب اسلامی و احادیث، طبق احادیث اهل البیت یا نامه امام رضا سلام الله علیه، نامه طلایی میگم بهش، رساله ذهبیه برای امام، این طب اصیله، طب اصیل یعنی ریشه در... بیماری رو درمان بله. میکنه نه فقط اون عوارض خود بله. بیماری بله ریشه بر درمان بیماری و اساس بیماری در طبق نظریه ما میگیم بهش مفردات الاعضا که اخلاط، امزجه و اخلاط، هم طبع گرم و طبع سرد، طبع سرد و گرم و خلط بلغمی و دموی و صفراوی اینا بله. این هر پزشک که کار میکنه با علم اخلاط و امزجه، این در درجه یک بیمارهاش شفا پیدا میکنن و درمانهای بیماریهای سخت العلاج، بیماری های مزمن که نداریم چیزی به نام اسم بیماری مزمن در طب اسلامی، در طب اسلامی بله. ما نمیخوایم میگیم الان طب مدرن یا طب کلاسیک بی فایده است بله. نه، نتیجه خیلی زیاد داره، نتیجه خیلی بزرگ داره. تشخیص، راه های تشخیص، این سینوگرافی، ازمایش ها، عکس و فیلم برداری و این چیزا کلشون، این همهشون راه های تشخیص، این کلشون مدرنه بره. این کمک برای ماها الان، اونا که برای پزشکان که کار میکنن تو طب کلاسیک یا طب مدرن بره. یا طب چینی یا طب سنتی یا هرچی، این راه های تشخیصش
بعدن چیزهای خیلی زیاد نمیتونه درمان میکنه. طب اسلامی یا طب چینی نمیتونه، نیاز داره به عمل جراحی. این عمل جراحی باید استفاده میکنیم از پزشک مدرن. اینجا بعض از مشکلات تصادف و این چیزا که میشه، شکسته های بزرگ و خطرناک و این چیزا، اینا باید تداخل جراحی باید انجام میشه. خیلی از چیزایی که کشف میکنه، این کشف میکنه، طب مدرن کشف میکنه و ما استفاده میکنیم از کشف های اونها و درمانش میکنیم از ریشه، از اساس ما درمانش میکنیم به خاطر ریشش دست ما ها. ولی بیماری های مختلف که داره نشوع میشه، هر روزی بیماری بس. هر روزی ویروس داره میاد به مردم. بیماری هایی که الان داره میاد برای ما، مریض مبتلا مریض میشن الان، قبل از 10 سال نبود، قبل از 20 سال نبود، قبل از 30 سال، 50 سال، 60 سال هم نبود. درست. چی شد که این بیماری های عجیب غریب داره میاد به دنیا، مثل ایدز و چه میدونم مثلا همین کرونا و غیره، سارس و غیره. پس من از فهمای کلام شما این رو متوجه میشم که طب اسلامی و طب چینی در تعارض با طب نوین نیست، ولیکن هر کدوم به نحوی یک گوشه از کار رو برمی‌دارن و اینها میتونن همه در مسیر، در یک مسیر برای در حقیقت سلامت بشر مفید باشن. خب این نکته شروعی ما هست، نکته ابتدایی بحث ما هست. چون الان در برخی از جوامع یک سری دیدهایی نسبت به طب سنتی، دیدهای منفی نسبت به طب سنتی گرفته شده، به خاطر حالا رفتار برخی از افرادی که در زمینه طب سنتی اومدن، کلا طب نوین رو زدن کنار. یک سری دیدهای منفی نسبت به طب نوین گرفته شده، در حقیقت گاردهای گرفته شده به خاطر صحبتهایی که شده. بعد به هر حال فرمایش شما این هستش که همه این علوم نهایتا در یک مسیر و برای سلامت بشر مفید هستند. خب بسیار عالی. من خیلی سریع از این مرحله منتقل میشم به سوال اولی که راجع به خود بحث امشب میخوایم از شما بپرسیم و اون راجع به بیماری کرونا هستش که مستظر هست الان چیز نزدیک 2 ماه هست که این بیماری، 2 ماه نزدیک 3 ماه داره میشه که این بیماری آشنا شدن باهاش، داره منتشر میشه و گریبانگیر مردم کره زمین شده، کشورهای مختلف سفید و سیاه و مسلمان و غیر مسلمان هم نمیشناسه. اول بفهمید که چطور شخص میتونه تشخیص بده که کرونا داره، اصلا علائم کرونا چی هستش؟ آیا هر عطسه کردنی، هر سرفه کردنی یا هر تبی این یعنی کرونا، یا اینکه نه یک علائم به خصوصی داره و اگر هست بفهمید که ما هم آشنا بشیم؟ بله، کرونا خودش یه ویروسه. بله. مثل بقیه وایروس، مثل انفلوانزا، مثل بقیه وایروس های، مشکلش فقط یه چیزی، سریع الانتشار. منتشر شده خیلی سریع این منتشر میشه، ولی خطرش خیلی کمه. الان بیمارهایی که ثابت شده در جهان، اونا کل بیمارهایی که ثابت شده، مثلا الان میگیم 1 میلیون، نمیخوام میگم 1000، 1 میلیون که واگیر شدن و مریض شدن و مبتلا شدن با این بیماری، 98% شفا پیدا کردن ازشون، 2% منجر یا 2.3% اونها منجر به مرگ فوت شدن. اونها هم کیان؟ نه هر کسی میتونه مبتلا میشه به این بیماری. مردهای مخصوص یا اشخاصی خیلی کسی که پیش زمینه هایی داشتن، داره آمادگی داشتن، برای آمادگی داره، زمینه سبز برای این ویروس، برای این بیماری داره. الان بیار برای من 1 لیوان از این ویروس، اگر زخم نداشتم تو دستگاه گوارشیم، تو دهنم دستگاه گوارشیم، تا آخر میخورم از این ویروس، مشکل ندارم. یعنی وارد شدن ویروس به معده خطری رو ایجاد نمیکنه؟ اصلا خطر ایجاد نمیکنه. اگر مستقر شد، اگر دستگاه گوارشیم سالمه، به خاطر اسید معده میکشه این ویروس. این ویروس خیلی ضعیفه، ضعیفتر از انفلوانزا. ببین انفلوانزای معمولی در این دو ماه، آخر یا 3 ماه آخر در ابتدای این سال 8900 فوت کردن تو انفلوانزای معمولی در جهان.
یعنی بیش از 8000 نفر قربانی فقط آنفولانزا گرفته. آنفولانزا در حالی که کرونا طبق آمار آخرین آماری که به دست ما رسیده یعنی پخش میشه نزدیک به 100000 نفر بیمار شدن، 3000 یا 3400 500 نفر فقط فوتی داشته. 3033 بود، 3044 فکر میکنم بله تا آخرین لحظه بودن. خب این نسبت فوتی خیلی کمتر از آنفولانزا هستش. بعدن خیلی ببین این یه مشکل داره، این اصلا کلش یه مشکل اقتصادی و سیاسی درست شد نه مشکل این ویروس یا این یه پروپاگانده شده برای ما یا برای مردم که سوء استفاده دارن میکنن به منافع شخصیه. الان دولت چه کسی نفع میبره مگه آخه از یک ویروسی که منتقل بشه چه کسی میخواد نفع ببره؟ واقعا این ویروس اولین چیزی ما میخوایم میگیم این ویروس ساخته شده، این ویروس ساخته شده. یعنی اینکه میگن مستقیما از حالا خفاش یا چون مورچه خوار مثلا اومده وارد بدن انسان شده میگید اینطوری نبوده، این ساخته شده تو لابراتوارها و آموزشگاه ها بوده؟ اصلیتش درسته، از خفاش و این چیزا اومده گرفتن این ویروس، ولی پزشکان هند کشف کردن که 4 تا دی ان ای مختلف داره این ویروس. اگر ثابت شده، ببین الان مشکل چی، الان اگر ثابت شده این حرف که 4 تا دی ان ای مختلف یا 4 تا دی ان ای از ویروس ایدز گرفته شده وارد شده در این ویروس کرونا، اگر واقعا اینجوری واقعا آزمایشگاهی و ساخته شده هستش واقعا خطرناکه. بخاطر چی نمیتونیم مبارزه میکنیم با این ویروس؟ بخاطر هر دو ماسما این شکلش تبدیل میکنه، یه دی ان ایش عوض میکنه، تشکیل میکنه به چیز جدید. الان اگر ما استفاده کردیم یه واکسن درست کردیم، عالم کشف کرد واکسن کرونا، خب این واکسن کرونا بعد از دمو همون واکسن به دردش نمیخوره، به خاطر شکلش تغییر داره، شکلش این در تغییر چه صورت میکنه. این اتفاق میفته؟ آیا این اتفاق افتاده یا اینکه نه این اگر یک چیزی کشف بشه در حقیقت یک نتایج آزمایشی مشخص بشه که اینطوری، یعنی کرونا که الان وجود داره آیا به این خطرناکی که شما میفرمایید یا نه این یک فرضیه است فقط؟ ببین الان که کشف شده از آخرین سال 2019 به که اعیاد کریسمس تا الان این ایجاد تغییر شده، ایجاد شکلش تغییر شده، یعنی همون ویروس کرونا تغییر جهش پیدا کرده. میخواد بفرمایید درسته این مشکل الان اگر ثابت شده، علمای هند الان با فرانسه دارن میگن تغییر میکنه هر دو ماه سه ماه شکلش تغییر میکنه، اگر این واقعا مشکل بزرگ ایجاد میشه برای ماها. اما اگر نه به ویروس کرونا معمولی خودش تغییر ضعیف‌ترین ویروس خودش هستش، بخاطر خیلی چیزهای هست که مشخص میدونیم، نگهداری میکنیم خودمون از این ویروس، درمان میکنیم. الان تو این سه ماه که سه ماه تقریبا شد ایجاد شده این ویروس، کشف شده این ویروس، علمای دارن کار میکنن. ایران اعلام کرد که ما درمان ویروس کرونا داریم، فرانسه درمان قطعی نه ولی در حقیقت دارن کار میکنن روش، ولی اگر تبدیل شده دی ان ای این اینجا مشکله، چی کار میکنن؟ باید مبارزه مسابقت میکنن با این ویروس. ویروس کرونا خیلی ضعیفه، اگر خودش موند رو خود شکل کرونا هستش و جهش پیدا نکرد، بله اگر پیدا نکرد این تغییر ضعیفه. اگر منتقل شد میشه از بیمار به بیمار، هر چی منتقل میشه از بیمار به بیمار ضعیفتر میشه این ویروس ضعیفتر میشه. یعنی من گرفتم این ویروس، خب بدنم میسازه آنتیبیوتیک میسازه خودش مبارزه میکنه با این بیمار، خب به مرور زمان این ضعیفتر، اگر من منتقل شده از من به کسی دیگه این ضعیفتر، از این کسی به کسی دیگه ضعیفتر میشه، مثل ویروس سارز که دیدی چه هلوله درست کرد در ابتدا، بله چه هیولایی بود، خیلی خطرناک، مشکل و خطرناک، هر چقدر مردن ازش 800 هزار نفر بله 80 هزار نفر مبتلا شدن به این بیماری، خودش اصلا مخفی شد، از بین رفت. درست کردن براش واکسن و درست کردن. ما نمیگیم این ویروس الان، ویروس سارز 10 بار قوی تر از ویروس کرونا.
به خاطر چیه؟ ببین ویروس سارز سپور داره، خود سپور داره، ولی یه غلاف خارجی داره که خودش حفظ میکنه داخل خودش. در حقیقت مثل یک شیلدی هستش دور تو بله. و چاپ میکنه دی ان ایش، چاپ میکنه برای خودش و حفظ میکنه، ذخیره میکنه برای خودش. اما ویروس کرونا یه غلاف روغنی داره، روغنی داره بله. این خیلی زود از بین میره. من دستم میشورم با مواد شوینده، با صابون معمولی از بین میره. بعدن ویروس کرونا ویروس سنگینه، بله بزرگ، یعنی بزرگ حجمش و سنگینه، در هوا نمیمونه، معلق نمیمونه، سریعا رسوب میکنه رو زمین، رو میز، رو جاهای مختلف. این یکی چیز دیگه، حجمش بزرگه. یعنی همین ماسک معمولی که من میذارم کفایت میکنه، کفایت میکنه، وارد نمیشه، سخته بله. وارد میشه از فیلتر، از این فیلتر، این ماسک بح. بعد این ماسک معمولی که ما میگیم سه تا فیلتر داره بح. این کافیه، ولی آیا این کافی برای منتقل شد؟ اگر مواجه شدم با یه بیمار که کرونایی هستش، آیا این کافیه؟ آیا ماسک خالی پیشگیری میکنه تماما از انتقال و مبتلا شدن شخص به ویروس کرونا یا نه؟ در حقیقت ببین الان من بیرون هستم بح. این ماسک 99.9% کافیه برای من. اگر مواجه نشدم با مریض بح. اگر مواجه شدم با مریض، یعنی کسی مثلا روبروی من باشه عدسه بکنه و اون مریض باشه و کرونا داشته باشه، 98% این کافیه پیشگیری. اگر اون ماسک گذاشته بوده بح. نه 99% میشه، 0.1% کم میشه. یعنی کافی همین ماسک، یعنی همین دو طرف ماسک رو استفاده بکنن، این با نسبت خیلی زیادی از انتشار این ویروس جلوگیری میکنه. خیلی مهمه این. بعدن راه های منتقل شدن این ویروس، خطرش اگر وارد شده دستگاه تنفسی بس. از طریق هوا تنفس. اگر تنفس کردم وارد شد توش ریه و شوش ریه و این خطرش. اما اگر اومد رو دستم یا اومد تو دهنم، فقط دهنم میشورم، مشکل نداره بله. اگر زخم نداشتم. آقای دکتر، حالا این مطلبی رو بیان فرمودید، اینکه اگر ویروس کرونا وارد دستگاه تنفسی من نشه در حقیقت خطرناک نیست. قبل از این فرمودید که کسانی که آمادگی در حقیقت بیماری دارن یا سیستم ایمنی بدنشون ضعیف هستش، اینها درصد بیشتری در حقیقت در ریسک هستن اگر این ویروس رو بگیرن که خدای نکرده به فوت منجر بشه. اگر تنفس بشه این ویروس برای کسی که سیستم ایمنی بدنش خوب هست و سیستم ایمنی بدنش در حقیقت قوی هست، اگر تنفس بشه و مستقیم وارد ریه بشه، برای اون هم خطرناکه یا نه؟ نه، خطرناک نیست، به خاطر خودش ما سیستم خدا ساخت برای ما یه سیستم ایمنی خیلی قوی تو بدنمون، سلول های سفید، گلبول های سفید، لیمف، نشنال کیلر سیلز ما داریم که یه سلول های داریم تو بدنمون، خودش مبارزه میکنه، ایجاد دنبال چیزهای غریب که وارد میشه تو بدنمون، میاد هجوم میکنه به اون نقطه، خودش مبارزه ایجاد میکنه، بعدن خارجی که وارد بدن میشه بله. بعدن این اگر سیستم امنی بدنم قویه، من مبارزه کردم، میشه برای من همین مثل انفلوانزا عادیه، حتی اگر وارد ریه بشه مستمع. حتی اگر وارد ریه شد هم برای من وارد ریه همین انفلوانزا معمولی میشه برای من. تو نفرمایید، حالا ما بحث واقعا راجع به این بحث موضوع کرونا یک بحث خیلی خیلی مفصلی هستش، سوال هم در ذهن بینندگان مطمئنن زیاد هست، هرچند رسانه های در حقیقت مجازی اطلاعات بسیار رو منتقل میکنن، حالا راست و دروغ اینا بالاخره همه چیز واقعا یه خورده نکته باید اینجا وای میسیم باشه. نباید گوش کنن به همین رسانه های مجازی ده. یا اخبار منفی، این خیلی مهمه برای سیستم امنی بدنمون میبریم بالا، یعنی ترس زیادی کلشون همین پروپاگاندا به خاطر امریکا، به خاطر چند تا کشور که میدونی فقط گوگل اعلام ده. کرد ویروس کرونا یه سایت چینیه، ویسات یه ساعت 13 میلیون دلار بهره اونا بود تو یک ساعت فقط، چه وقت اونها خرید نکردن از
ساید چینی در اولین روز تو یک ساعت فقط ببین چقدر چجوری این ساختن. این کلش یه نکته سیاسی داره یه نکته سوء استفاده از شرکت‌های مختلف، الان شرکت‌های دارو یا مؤسسات‌های مختلف که کشورهای بیشترشون هم الان می‌دونید دو سال پیش یه عالم نروژی یه پزشک عالم نروژی در پزشک متخصص ویروس خودش اعلام کرد، گفت حرب آینده جنگ بیولوژیک امریکا داره میسازه ویروس هایی که می جنگه دیگه می نمی جنگه سرباز و موشک و این چیزا میفرسه، یه ویروس میفرسه، این ویروس منتقل میشه و خودش اعلام کرد و خودش خیلی مجابهه یا مبارزه داره میکنه با این و خودش چند روز پیش خودش گفت من گفتم بهتون و این ویروس ساخت امریکا عجب. الان دو تا چیز هست، یا ساخت خود چین به خاطر نزدیک ووهان که این مشکل یا این شهر که ایجاد شده این ویروس بزرگترین و مهمترین مؤسسه کشف کردن و درمان و ساخت ویروس ها هست تقریبا 35 کیلومتر دور ازش این. از مرکز الان یا خود علما میگن یا این ساخت امریکا به خاطر اقتصاد چین و اقتصاد بعضی از کشورها میزنن اقتصادشون یا خودشون از دستشون رفته دیگه نمیتونن کار حالا کنن. حالا آقای دکتر هر جوری که به هر حال حالا این ویروس میخواد پخش شده باشه در حقیقت ما کار بهش نداریم، حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا حالا هر... به هر حال الان این ویروس هستش. درسته. الان همونطور که شما فرمودی یه پروپاگاندایی هست، یک تبلیغات خیلی خیلی سنگینی هست که مردم برخی دارن میترسن واقعا. از جای ترس داره واقعا یا نه؟ بله جای ترس داره. در چه حدود داره؟ اولین چیزی ما باید میبینیم میدونیم کدوم ها کی بیمار می کی این واگیر میشه این ویروس، بعدن میگیم جای ترس داره یا نداره. بچه زیر از 2 سال سیستم ایمنی بدنش قوی نیست، کامل نیست، باید میترسیم برای بچه زیر 2 سال. یعنی حواسمون باشه بچه های زیر 2 سال در حقیقت در مرز بیماری قرار نگیرن. بچه های بین از 2 سال تا 14-15 سال قوی ترین سیستم امنی داره دنیا دارن. بله. تو الان تو چین خودش 100 بچه فقط مریض شدن. بله. از اینا هیچ کدوم هم فوت نکرد. فوت نشد. فقط درمان شدن. ببین بچه بین از 2 سال تا 14 سال انفلوانزه معمولی میگیره. بله. همین آبریزش بینی، یه خورده تب، یه خورده از این چیزا معمولی. بله. ولی الان میگی مثلا نفری یه بیماری‌های مزمن مثلا داره، عمرش 70 سال، 90 سال، 60 سال، یه مشکل تنفسی داره یا مثلا مشکل تنفسی داره، آیا این اگر واگیر شد مثل همین بچه؟ مطمئنا نه. درسته. بخود دلیلش چیه؟ دلیلش این سیستم امنی قوی داره، این سیستم امنی ضعیف داره. کدوم ها الان بین از 2 سال تا 60 سال یا بله تا 58 سال به. اعلام کردن اینها ترسی نداشته باشن. ترس نداشته باشن اگر مریض، اگر مشکل یه پایه این بیماری ندارن، پایش چیه؟ سیستم امنیشون ضعیف باشه، ضعیف نباشه، بیماری های مزمن نباشه، معتاد به الکل و معتاد به مواد مخدر، بیماری ایدز و این چیزا نداشته باشه، غذاهاش غذای سالم، این هیچ مشکل نداره. در حقیقت بیماری کرونا اینا رو تهدید نمی‌کنه، سلامت اون زندگیشون رو و اینکه خدای نکرده در حقیقت از بین برن بین 2 سال تا 58 سال. بله. اگر هم مشکلات دستگاه تنفسی هم نداشته، مثلا آسم و مشکلات التهاب ریه و ذات ریه و ذات جمع این چیزا نداشته باشن هیچ مشکل نداره، میشه براشون انفلوانزای معمولی یه خورده شدیدتر، کمتر، بیشتر دیگه یه مدتی بیمار بله. میشه خیلی خوب درمان میشه، درمان بدنش داروی هم خوب میشن، یعنی نیازی داروی آنچه مثلا یا نه دارو نیاز ببین مهمه خوب. باید هر کی که شک میکنه یا میدونه یا میگه من شک میکنم من بیماری کرونا هستم باید مراجعه یا علایم
انفلوانزا داشته و تو اون منطقه نه فقط اینجوری، من انفلوانزا معمولی گرفتم تو منطقه، مشکل نیست، خبری نیست، شک میکنم که کرونا دارم، مشکل ندارم این، ولی نه اگر تو اون منطقه واگیر هستن، مشکل هستن، مریض هستن، میرم مراجعت میکنم بله به بیمارستان. برای چی مراجعت میکنم بیمارستان؟ به خاطر میرسن به من، اگر درمان نداره الان ولی راه‌های درمان داره، خیلی درمان نداره این ویروس، ولی پیشگیری از کوپی خودش، یعنی ببین این چجوری وارد میشه، وارد میشه در سلول‌های ریه، در سلول‌های بدنمون وارد میشه، استعمار ما میگیم بهش، سیطره میکنه، میگیره بره. میگه این سلول، این مال خودم، این خونه خودم، درست چیکار میکنه؟ بعدن کپی میکنه، ار ان ای داره، کپی میکنه، منتقل میشه برای یه سلول سالم، همینجوری منتقل بیشتر میشه، منتشر میشه. خطرش اینه. داروهای داریم، داروی سارز و داروی اپولا که 30 سال پیش کشف شده، یکی ازشون کلوروکین مثلا بس. الان این بزرگترین اعلام کرده، ببین خود پزشکان چین خودشون دارن میگن، اعلام کردن، و پزشکای فرانسه اعلام کردن که این خیلی داروی خیلی مهم و برای درمان ویروس کرونا. یعنی بهترین دارویی که الان میتونه وجود داشته باشه برای درمان کرونا همون دارویی هستش که برای سارس یا ایبولا در حقیقت تهیه کردن، که اگر فراموش نکرده باشه و اگر درست بگم، در حقیقت راهکارش هم به این صورته که مانع از تکثیر ویروس کرونا در داخل بدن انسان، در داخل، یعنی تخریب نمیکنه کل سلول های بدن. این مهمه. مثلا الان وارش شده تو ریه 100 هزار تا سلول، 100,000 تا سلول، میدونی سلول‌ها خیلی کوچیک، مشخص نمیشه، 100,000 تا سلول کمتر از نوک سر نوک سوزن هم نمیشه. اینجوری 100,000 تا سلول واگیر شدن. اگر استفاده کردن از این داروها، استفاده کردن از پیشگیری این ویروس، منتقل نمیشه. این 100,000 تا نمیشه 200,000 تا، میشه 1,000,000 و 10,000,000 و تخریب میکنه کلیه یا تخریب میکنه کل ریه. همون چه وقت میشه وارد میشه تو بدنمون، دیگه من پیشگیری کردم، احاطه کردم این ویروس، یه گلبول های سفید سراغ همون 10,000 تا میره، دیگه بدنم مبارزه میکنه بر بنا روبرو اون و میکشتشون. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. الان اینها که دارن یا فوت کردن، مشکلشون در همین زمینه، منتشر شده داخل ریه، داره منتشر میشه و تخریب میکنه، این مشکلشون. و دو تا دارو داریم الان پیشگیری، یا چهار تا دارو داریم واقعا بله. یکی از داروهای ما میگیم MMS1 و MMS2 بله. یکی ازشون که کالسیوم هایپوکلورید، که خودش درمان خیلی قوی، خیلی مفید و ثابت شده، و دویومی هیدروژن پروکساید هیدروژن، اینا خیلی در دسترس هستن، در دسترس مردم هست، یا اینکه نه حالا فعلا در حد آزمایشگاهی و رو... نه در دسترس مردم هست و در دسترس اونها که کار میکنن با آزمایشگاهات، که اونها که میفروشن مواد شیمیایی به. در دسترس هست و خیلی هم استفاده میتونن استفاده میکنن، و برخصوص پروکساید هیدروژن خیلی مهمه. این به خاطر این، اگر یه قطره گذاشتیم از این، با یه قطره اسید گذاشتیم، یه قطره سیتریک اسید، هیدروژن پروکساید میفهمید هم آب اکسیژن است، یا اینکه نه نه یه چیز دیگه، بله دو تا یه قطره از این، یه قطره از این، 50% چه وقت میذاریم توی لیوان، این الان شروع میکنه هیدروژن پروکساید درست میکنه، من میتونم استنشاق میکنم، این استنشاق میکنم، خودش درمان، خودش ضعیف میکنه این ویروس، خودش جدارهای جدار این ویروس روغنی این میسوزینه، میترکونه، میمیره. این اینجوری. و داریم کلوروکین که از 30 سال پیش و قیمتش هم یعنی تو بازار هست، تو کل داروخونه هست، قیمتش 2,000 دلار قیمتش، یکی کلوروکین، کلوروکین بله، و یکی فرمودی MMS1 MMS2 این اسم مختصرش بله، که به نام کالسیوم هایپوکلوراید و دویومی هیدروژن پروکساید. خب اینا همینطوری چجور اخبار استفاده بکنن اینا رو،
یعنی حالا من نمیخوام تجویز بکنید، من نمیخوام، همین نمیخوام تجویز میکنم، ولی خیلی راهای، ببین این هیدرو، این کالسیم های بلوکلوراید پودر خودش ما میتونیم در کپسول پر میکنیم، کپسول 500 میلی گرم استفاده میکنیم، یک کپسول تا 10 کپسول در روز به شدت بیماری. آها. به شدت بیماری متفاید. ببین این که کشف کرده اینها جیم هامبل. جیم هامبل کیه؟ یه عالم که اولین کسی که کامپیوتر درست کرد و نصب کرد در ناسا. نه. ببین اینا این داستانش چیه، چجوری؟ یک روز تو آفریقا بودن دنبال کشف بودن و وارد میشن تو داخل جنگل های آفریقا که 3 روز پیاده روی داره دور از شهر. 4 تا ازشون ملاریا میگیرن، 4 تا ازشون ملاریا حاد، در حال 4 ساعت مبتلا به مرگ میشن. گفت بهشون ببین من این کلسیم های بوکلوراید دارم، این ضد عفونی کردن برای آب استفاده میکنیم ما. درست. شما استفاده میکنیم. بله میدم بهتون استفاده میکنیم. خودتون الان در حال مرگ، 90% در حال مرگ هستید. بله در مرگ هستید. اونا هم قبول کردن، گفتن بده، استفاده کرد، داد بهشون. بعد از 1 ساعت بهتر شد، بعد از 2 ساعت خوب شدن، بعد از 3 ساعت ببین چقدر قویه، 3 ساعت برگشتن برای کارشون. ما تا 1 دقیقه بیشتر تو پایان برنامه فرصت نداریم، ولی انشالله ادامه این بحث بسیار حالا جذابی هستش. انشالله ما فردا هم در خدمت شما باشیم، مفصلتر راجع به خود این بیماری صحبت بکنیم. همین اندازه که مردم امید داشته باشن که اولا این بیماری اونقدر که تبلیغات راجع بهش میشه کشنده نیست، دوم اینکه راه‌های پیشگیری و جلوگیری از اون بسیار بسیار ساده هستش، و سوم اینکه حواسمون باشه ترس بیش از اندازه خودش باعث پایین اومدن سطح ایمنی بدن میشه. ترس بیش از اندازه نداشته باشیم. این سه مورد رو نکته اگر اجازه میدی هم بله 1 دقیقه فرصت داریم. بله مهمه. الان ایران فکر میکنم دمای هوای ایران سرده، درسته؟ مثل عراق اینجا نیست. این ویروس در حدود بین از 22 درجه تا 27 درجه خودش کشته میشه، از بین میره. میخوام میگم خونه هاتون گرم نگه دارید. بسیار عالی. این خیلی مهمه. فضای محیطتون گرم باید باشه. خیلی مهمه. خیلی ممنونم آقای دکتر. انشالله بینندگان عزیز به من اطلاع میدن که حتما اگر نظری، پیشنهاد یا سوالی اگر دارید در زمینه کرونا، فردا تلفن‌های برنامه باز هست، تماس میتونید بگیرید و انشالله پاسخ سوالهای شما داده خواهد شد. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین. احسنتم. خیلی ممنون. در خدمتم. خدا حافظ.